سرخط خبرها. تریو او بل شعار لانج مر او تاسی تا زهر وارده ای او زمر او تاسی تا حلاکت تا پاره استعماله ای د افغانستان بیت المال سرمایه په مصرف شوی دو دته باید می توجه وکړو. سلام و وقتتون بخیر. به مجمع خبری این ساعت از یک خوش آمدید. مشروع خبرها. مولای یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع میگوید که کشورهای مختلف در لباس دوستی در تلاش تخریب افغانستان هستند. سرپرست وزارت دفاع همچنان در برنامه فراغت دانشجویان دانشگاه کابل تاکید کرده که امریکا در 20 سال حضور خود در افغانستان هیچ کار بنیادی را انجام نداده است. همزمان با این سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در این برنامه گفته که در نیم سده اخیر سیاست‌های تخریبی در افغانستان پیاده شده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان اطمینان داده که امارت اسلامی متحد به توسعه بخش تحصیلی در افغانستان است. دوستی په جامعه کې د انډیوالۍ په جامعه کې تر یو او بل شعار لاندې موږ او تاسې ته زهر واردوي او زموږ او ستاسې د هلاکت دپاره یې استعمالوي. په اصلو کې په شهدو کې موږ او تاسې ته زهر راکوي. دوست او دښمن باید وپیژنو چې دا نظام داخله وزارت محترم معزز د مشر نوم چې دی هغه یا خلیفه ای یا امامۃ العظما. کوشش مو دا دی چې په افغانستان کې د بستری برنامې د دکتورا برنامې د دې ایجاد نور هم ډیر کو. د دې پر ځای باندې چې ځوانان مو خارج ته مجبور کیږي په داخل د وطن کې دا اسانی ورته برابر چې خپل علوم ته د ترقۍ د پاره لار ولري د دې په داخل د افغانستان کې مستری او دکتورا وکړي. سبیع الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان گفته که این سازمان به دستور قدرت‌های بزرگ کار می‌کند و قضایای دنیا را نمی‌تواند بی‌طرفانه بررسی کند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان گفته شده که بحران در این کشور بسیار جدی است و گفتگو با امارت اسلامی را با اهمیت خوانده است. نماینده کشورها در این نشست وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده و تاکید کردند که حقوق بانوان به طور سیستماتیک نقض می شود. در سوی دیگر توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان همزمان با یک سالگی ممنوعیت بانوان از درس و دانشگاه گفته که افغانستان برای پیشرفت نیاز به نسل مربیان زن دارد. عمیرا یوسفی جزئیات می دهد.
زمان می گذرد در حالی که نسل از دختران عقب می مانند. عدم ارائه یک برنامه درسی به اندازه کافی مدرن با دسترسی برابر برای دختران و پسران، اجرای دستور کار، خودکفایی اقتصادی خود مقامات رسمی را غیر ممکن خواهد کرد. سازمانی که متاسفانه زیر فرمان قوت‌های بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و افکارها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران در مراسم افتتاح پروژه خط انتقال برق 500 کیلوولت شبرغان دشت الوان میگوید که امارت اسلامی در تلاش است تا افغانستان را به سوی خودکفایی سوق دهد. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب نیز در این مراسم گفته که تبعیض قومی و زبانی در امارت اسلامی جای ندارد و وی افزوده که امارت اسلامی با تطبیق این پروژه ها جهانیان را متحیر ساخته است. پروژه برق دشت الوان چند پیش با هزینه بیش از 30 میلیون دلار در مدت 2 سال با یک شرکت خصوصی امضا شده بود که امروز با حضور مقامات امارت اسلامی در ولایت بغلان افتتاح شد. بسم الله الرحمن الرحیم. دې څخه تقریبا 9 قسمه ټوکر دی تولید کړو چې موږ ته د دې لپاره راوړه چې مثلا دغه شیان موږ په دغه پاپریکا باندې جوړولی شو. نو که دا پاپریکا فعاله شي موږ به د نورو ملکو و ټوکره کپړې ته هېڅ ضرورت نه کو پیدا. موږ به خپله و خپل ځان افغانستان باندې خودکفا انشاءالله سو، یعنې په هر بخش کې. اسلامی امارت د نورو له احتیاط څخه د خلاصولو او د صنعتي او اقتصادي افغانستان د ودانولو کلک عزم کړی او له دې پاکې خاورې او غیور ولس سره ژمنه لري چې پر ځان د هیواد د اتکا په لاره کې به هر ډول هلې ځلې کوي. زرګونه خلک موږ پارېږي، نوې ځوانان دي، نوې قدرونه دي او ډېر ښه تعلیمی حاصل کړی دی او ډېر په لوړه کچه همدې قربانۍ کړې دي. او بل دلته پخواني موږ ډېر قدرونه دي چې د افغانستان بیت المال سرمایه په مصرف شوی دو، دې ته باید موږ توجه وکړو. دغه قدرونه هغه قدرونه چې نن راځي
دغه ته باید د دې زمينه برابره کړو چې د افغانستان کې په هر نوع کې په هر قسم کې چې د کوم ماستری ډاکټر انجینر اخیستې دو موږ د یو ته باید زمينه برابره کړو د دې نه کار وغلو. وزارت داخله افغانستان از دیدار سرپرست این وزارت با فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان خبر داده است. بر بنیاد گفته های وزارت داخله، زمیر کابولوف در دیدارش با سراج الدین حقانی تلاش های حکومت سرپرست افغانستان را در راستای تامین امنیت مثبت خوانده و امنیت در افغانستان را به نفع کشورهای منطقه عنوان کرده است. از سوی هم این وزارت گفته است که فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان در این دیدار خواستار تفاهم ملل متحد با امارت اسلامی شده است. تفاهم با حکومت سرپرست افغانستان، خواست روسیه از جهان. وزارت داخلی افغانستان از دیدار سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با زمیر کابولوف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان خبر داده است. دیداری که گفته شده است دو طرف روی بهتر شدن روابط دو کشور، مسائل امنیتی و روابط تجاری بحث کردند و کابولوف امنیت به وجود آمده در افغانستان را قناعت بخش خوانده است و سازمان ملل و جهان خواسته است که با امارت اسلامی تفاهم داشته باشند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار نمود. نماینده روسیه امنیت به وجود آمده در افغانستان را به نفع منطقه عنوان نموده و تلاش های حکومت را مثبت خواند. او در این دیدار تاکید کرده که ملل متحد باید در تفاهم با حکومت اقدام نماید. روسیه از کشورهایی است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان روابط سیاسیش را با حکومت سرپرست افغانستان حفظ کرده است. بلوف سفر اوس کابل ته په دې خاطر سوی دی چې یو د امارت مشرانو ته د دوغو ملاقاتونو د دوغو غونډو په باب څه معلومات ورکړي او بل هغه صدمه چې دوغو غونډو د طالبانو او مسکو روابط ته رسولې ده هغه څه ترمیم کړي. زه فکر کوم چې د مسکو او د طالبانو روابط چندان ښه نه دي. په دې څو میاشتو کې مسکو پر طالبانو باندې ډیر سخت انتقادونه کړي دي. در افغانستان هم بارها بر این است که روسیه با حفظ روابط سیاسی و تجاریش با افغانستان به دنبال منافع خودش است. آگاهان افغانستان را برای روسیه موقعیت استراتژیک می دانند. روسیه نگران است از وضعیت امنیتی در افغانستان، به خاطر کوشش داره که روابط خود با امارت اسلامی نزدیک بسازد تا از این طریق اوضاع را تحت کنترل داشته باشه و همچنان روسیه منافع اقتصادی داره در افغانستان. روسیه علاقمند است در پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان سهیم باشه. این دلایل است که روسیه میخواد همیشه جای پای در افغانستان داشته باشه و وضعیت امنیتی و مسائل اقتصادی را تحت کنترل خود داشته باشه. با اینکه روسیه از بهتر شدن روابط سیاسی با افغانستان سخن میزند و خواستار تفاهم جهان با امارت اسلامی است، تا حالا ما این کشور برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان چراغ سبز نشان نداده است. وزارت معادن و پترولیم از استخراج فروش 2000 قیراط زمرد در 8 داوطلبی آزاد در ولایت پنشر خبر داده است. وزارت معادن میگوید که در این داوطلبی 70 بازرگان اشتراک داشته و تاکنون در حدود 22000 قیراط زمرد با قیمت 2.2 میلیون دلار به بازرگانان ملی به فروش رسیده است. وزارت معادن و پترولیم تاکید میکند که اکنون زمرد پنشر به گونه معیاری و همسان با نرم های بین المللی استخراج و به فروش میرسد. استخراج و فروش معادن زمرد پنشر جزء اولویت های امارت اسلامی. وزارت معادن پترولیم در برگزاری 8 داوطلبی آزاد برای فروش زمرد پنشیر با اشتراک 70 بازرگان خبر داده است. وزارت معادن پترولیم میگوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، اکنون زمرد پنشیر به گونه قانونی استخراج می شود و پول به دست آمده از فروش این معادن به پروژه های انکشافی به مصرف می رسد. زمرد استخراج شده از طریق داوطلبی آزاد در مقام ولایت پنشیر به فروش رسانده می شود
که تا کنون در حدود 22,000 قراد زمرد استخراج شده با ارزش 2.2 میلیون دلار آمریکایی در مقام ولایت پنشیر به تجارای ملی ما به فروش رسانده شده. بر اساس اطلاعات وزارت معدن پترولیم در این ولایت 1600 معدن زمرد تثبیت شده است که از میان آنها به 420 معدن جواز توزیع شده و زمینه کار را برای 10,000 نفر ایجاد کرده است. در صورتی که معدن کشور اولویت بندی شود و همچنان به شکل معیاری و استاندارد و همچنان به شکل فنی استخراج شود، بعد از مراحل پروسس و تولید در داخل کشور بعدشی صادر شود، من فکر میکنم که میتونه زمین کار بیشتر ایجاد بکنه و منفعت بیشتر به افغانستان بیاره. در صورتی که معدن ما به شکل غیر حرفه‌ای و غیر مسلکی استخراج شود و به شکل مواد خام به بیرون از کشور صادر شود، در صورت این نمیتونه منفعت بیشتر را به افغانستان حاصل بکنه. گفتنی است که معدن زمرد و پنشیر از شمار معدن با ارزش کشور به شمار می رود و این منبع مدنی در بازارهای جهان نیز دارای اهمیت ویژه است. رهبر اوسی ها گفته است که در صورت حمله به یمن با موشک به منافع آمریکا در منطقه حمله می کند. رهبر اوسی ها تهدید کرده است در صورتی که حمله آمریکا به یمن، این گروه با کشتی‌های جنگی و منافع آمریکا در منطقه حمله موشکی می‌کند. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی را محکوم کردند. وزارت خارجه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن پرتاب موشک‌های بالستیکی کره شمالی را محکوم و انتقاد کرده. روزنامه تایمز بریتانیا گزارش داده است که اسرائیل برای حمله زمینی به لبنان برنامه‌ریزی می‌کند. با وجود تلاش‌های بین‌المللی به ویژه از سوی کشورهای غربی برای جلوگیری از تجدید تنش میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل و ممانعت از کشانده شدن لبنان به یک جنگ همه جانبه، گزارش ها از سناریوی جدید و احتمال درگیری زمینی فراگیر میان دو کشور خبر داده می شود. جزئیات بیشتر در این بسته خبری. رهبر حوثی ها گفته است که در صورت حمله به یمن با موشک به منافع آمریکا در منطقه حمله می کنیم. رهبر حوثی ها تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا به یمن، این گروه با کشتی های جنگی و منافع آمریکا در منطقه حمله موشکی می کند. عبدالملک الحوثی از جامعه جهانی خواست از پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای حفاظت از کشتی های تجاری در دریای سرخ بپرهیزند. اخیراً وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ائتلاف متشکل از 10 کشور به هدف تضمین امنیت کشتی ها در دریای سرخ با وجود آمده است. تا کنون کشورهای آمریکا، نروژ، بحرین، فرانسه، کانادا، بریتانیا، هلند، ایتالیا، اسپانیا و مجمع الجزایر سیشل به این نیروی دریایی چند ملیتی ملحق شدند. پس از حمله حماس به اسرائیل و حملات متقابل تلاویو، حوثی‌های یمن بارها به کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ حمله کردند. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تشکیل ائتلاف جدید گفته که تنها به کشتی‌های تجاری اسرائیلی و کشتی‌های کازم این کشورند حمله خواهد کرد. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی را محکوم کردند. وزیران خارجه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی را محکوم کردند. کره شمالی دوشنبه این هفته یک موشک بالستیک قاره‌پیما شلیک کرد که برد آن تا هر نقطه‌ای در ایالات متحده می‌رسد. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در یک بیانیه مشترک از کره شمالی خواستند که به یک گفتگوی بنیادی بدون هر گونه پیش شرط وارد شود. وزیران خارجه این کشورها تاکید کردند که آنها در موضع مخالفت خود علیه برنامه‌های موشکی بالستیک و سلاح‌های کشتار جمعی غیرقانونی کره شمالی ایستاده‌اند. در بیانیه آمده است که پرتاب‌های اعلام نشده کره شمالی ایمنی حمل و نقل هوایی و دریایی در منطقه را تهدید می‌کند. آمریکا و کره جنوبی پس از پرتاب ماهواره جاسوسی کره شمالی به فضا، تمرینات مشترک نظامی خود در منطقه را افزایش دادند. کره شمالی می‌گوید که حق اجرای برنامه موشکی برای دفاع از خود را محفوظ می‌داند و ممنوعیت شورای امنیت ملل متحد در این زمینه را محصول سیاست خصمانه آمریکا خوانده است. روزنامه تایمز بریتانیا گزارش داده است که اسرائیل برای حمله زمینی به لبنان برنامه ریزی می کند. با وجود تلاش های بین المللی به ویژه از سوی کشورهای غربی برای جلوگیری از تشدید تنش میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل و ممانعت از کشانده شدن لبنان به یک جنگ همه جانبه، گزارش ها از سناریوی جدید و احتمال درگیری زمینی فراگیر میان دو کشور خبر می دهند.
روزنامه بریتانی تایمز به نقل از یک مقام از نظامی اسرائیلی نوشت که آنچه در غزه اتفاق افتاد با آنچه حزب الله میتواند در شمال انجام دهد قابل مقایسه نیست. او با اشاره به اینکه اسرائیل برنامه‌هایی را برای حمله زمینی به لبنان تحریزی کرده، افزوده که تصمیم برای آغاز عملیات زمینی فرامرزی بر عهده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دولت نظامی اوست. پس از انتشار این گزارش، برخی مقام‌های اسرائیل خواستار اخراج حزب الله از جنوب لبنان تا شمال رود لیتونی شده بودند. دولت نتانیاهو تاکید کرده است حزب الله در جنوب لبنان باقی نخواهند ماند. مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند پس از پایان جنگ جاری در غزه نمی‌توانند آتش بس ملایم را با حزب الله بپذیرند. از آغاز درگیری‌ها میان حزب الله و اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، حدود 86,000 اسرائیلی از مناطق مرزی مجاور مرز لبنان به مناطق امن‌تر پناه بردند. سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به این که ارتش این کشور روز سه‌شنبه 28 قوس چندین جنگجوی حزب الله را از بین برده است، گفته که حزب الله همچنان به عنوان مدافع داعشی های حماس عمل می‌کند و لبنان و شهروندان این کشور را به خطر می‌اندازد. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در پاسخ به پرتاب موشک و پهباد از سوی لبنان به چندین موضع حزب الله در جنوب این کشور از جمله انبارهای سلاح و راکت انداز حمله کرد. رویدادهای ورزشی را با همکارم فیاض احمد احمدی دنبال کنید. در مراسمی که به خاطر خرید بازیکنان کرکت برای لیگ برتر هند روز شنبه برگزار شد، محمد نبی، مجیب الرحمن و عظمت الله مرزه از سوی 3 تیم مختلف خریداری شدند. محمد نبی در بدل 15 میلیون روپیه هندی با تیم ممبئی ایندیان، مجیب الرحمن در بدل 20 میلیون روپیه هندی با تیم کلکتن رایدرز و عظمت الله مرزه در بدل 25 میلیون روپیه هندی با تیم گجرات تایتنز پیوستند. پیش از این نیز راشد خان، رحمان الله گربز، نور احمد لکنبال و فضل حق فاروقی برای اشتراک در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند انتخاب شده بودند. بارسلونا در هفته 8 لالیگا اسپانیا شب گذشته مقابل آرمیا آخرین تیم جدول لالیگا به میدان رفت. در این دیدار بارسلونا به سختی و با گل‌های رافینیا و سرجی روبرتو با نتیجه 3-2 آلمیریا را شکست داد. بارسلونا با این پیروزی 38 امتیازی شد، اما مثل هفته‌های اخیر نمایش خوبی نداشت. سرخی روبرتو با دو گلی که در مسابقه شب گذشته بر ثمر رساند، ژاوی هرناندز مربی بارسلونا را از یک شکست و یک مساوی دیگر نجات داد. اما نمایش شاگردان ژاوی مثل هفته‌های اخیر هواداران این تیم را نگران کرده است. لیورپول در آنفیلد میزبان وستهام بود. این تیم در دیدار یک پرگل پیروز شد و به نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال انگلستان راه یافت. در این دیدار سوبیسلای، جونز، خوابکو و محمد صلاح برای لیورپول گل زدند تا این تیم با برتری کامل میدان مسابقه را ترک کند. تنها گل تیم وستهام نیز توسط بون در دقیقه 77 وارد دروازه لیورپول شد. نیمه اول این دیدار با یک گل به سود شاگردان یورگن کلوپ تمام شد، اما این تیم در نیمه دوم 4 بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. این بود خبرها تا این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.